ای Yeah. بگو در میاد این گروه چی باید آشپز باشی ستون چی آب پز میشه بروکلی ولی خلوت آجی شلوغ نی همه با حالن و همه خودی خرید و میزنیم دم صبحی پخت و پز و سر کری میریزیم خونه هم کره خوری نهار. خب آقا بالاخره نوبت من شد، خیلی هم استرس دارم ولی حالا بالاخره اتفاقیه که افتاده، بریم ببینیم منوی من چیه. آقا من شرط میبندم این عزیز تا آخر این اپیزود 17 بار میگه ایتالیا، جریمه هم میذارم برا خودم اگر 17 بار نگفت. من توی اپیزود بعدی یه آهنگ توالت میخونم، یعنی جواد زیاد. ببین من خیلی به امید سیر شدن نمیام اونجا، حالا بچه ها میدونن من گوشت قرمز نمیخورم، لبنیات هم نمیخورم، ولی دیگه مرغ و میگو و ماهی هنوز میدونی چی بهت میگم. فقط نمیدونم اونجا راحت آدرس و اینا اوکیه من یه اون وسط زنگ بزنم غذا بیاره، چون من اصلا بهت اعتماد ندارم راستشو بخوای. منو رو لطفی که من بدیم او؟ عشق جان منو رو لطفی. سلام علیکم، خیلی خوش اومدیم. نمیدونم کجا خدایی منو رو میخونم. بچه ها وقتی تا سوم دبستان بیشتر درس نخونده، نمیتونم بخونه میشست. پیش غذاتو نمیدم اتوانه این سالات باشه. چه روخ اوقابی گرفت تو؟ بعضی اصید یه پاستای مثلا یا فتوچینیه یا پومودورو احتمالا، دسرت هم پاناکوتا. گم شو. خب یه مقدمه داره. سلام علیکم، خیلی خوش اومدین به نمیدونم کجا. مرسی. البته چوسی نباشه ایتالیا بوده، آشنا نیست بذاریم. آقا یه نکته که میخوام من بگم اینه که من تا حالا غیر از 5 6 نفر آدم خیلی نزدیک زندگیم واسه هیچ کس آشپزی نکردم. آشپزی ایتالیایی خیلی خوبه ولی واسه کسی درست نمیکنم چون استرس میگیرم، و امروز قراره واسه چند نفری که یه ذره باهاشون تعارف دارم و یه کوچولی حالا شاید اونقدر صمیمی نیستیم و اینا آشپزی بکنم، و این خیلی کار سختیه واسم. منو رو میخونی با لبخند شادی انرژی مثبت بکن. ببین اینجوری برو یه ذره عقب. خب من اینجوری ادامه میدم. بروسکت گوجه. امیر پارسا فکر میکنم پیشغذای منو خیلی دوست داشته باشه، به خاطر اینکه میدونم نمیدونم آشپزی خونده کارا اینطوری میکرده. بعد خب اگه آشپزی ایتالیایی رو بدونه باید پیشغذا رو دوست داشته باشه دیگه قاعدتا. ساده است خیلی نیست، اصلا سخت نیست. بروسکاتا گوجه. چوسی همش چوسی لاز. غذای اصلی. پاستای گوجه. چه گیری دادی به گوجه؟ من نمیدونم. پاستای گوجه با سس کرمی وگان. نمیدونم خوشمزه میشه یا نه، اصلا ایده ای ندارم راجع بهش، ولی بستگی داره خود پاستا چی باشه. پنه بخوای بدی، فتوچینی بخوای بدی، اینا خیلی مهمه. برای چاقو چای من وگان نیستم، من نمیخوام. شاید چه کاریه به زور تحمیل میخواین بکنید؟ هر چیزی که گوشت و اینا نداره و لبنیات نداره وگانه، ولی کرمی چیش؟ منو یه علامت سوال بزرگه. فکر میکنم پاشا غذای اصلی منو خیلی دوست داشته باشه، به خاطر اینکه پاشا پاستا خیلی دوست داره. پاشا پاستا، به خاطر همین با این پاستا پاشا خیلی حال میکنه، اینو مطمئنم. امتیاز نمیدم به این چیزا، من خیلی سختم، خیلی سختم. یعنی هم سفتی کلا، امتیاز دادنم خیلی سخته. نه اینکه بخوام بگم، خود درون مهربونی دارم، ظاهرم شاید خشن باشه ولی امتیاز دادنمون خیلی سخته. به این آسونی امتیاز میدم. عزیزی دسر شیرینی آجیلی و قهوه. هیچی آجیل و قهوه میخوای به اون بدی آخرش که بعد دیگه سیستم قد شه؟ شیرینی آجیلی و قهوه. حرفی ندارم برای گفتن. ببین عمو وحید که کنم دسر منو واقعا دوست نداشته باشه، یعنی حالا بقیه غذا رو شد ولی دسرم نه. تو کلات دو سایز برات بزرگه. پاشا چهارم نشه تو چهارمی. تم از یه لوازم آرایشی یا زیبایی استفاده کنین، نیست اینو نیست. با این ریش و پشم و این ابهت و با یه مشتم 20 نفرم این لازم برم الان روی جلب و ماتی دامن بپوش. از یه لوازم آرایش یا زیبایی استفاده کنید. اوکی کارمه خدادم بود دنبال بهونم اصلا. تم هم از این لفظم آرایش و زیبایی استفاده کنه. اینو من قول نمیدم دونه که تمتو رعایت کنم یا نه. ای جون باز اینکه ممکن ممنون تصویر بشم به خاطر تمتو. ببین من تم امروزو گذاشتم هر کی یه دونه لفظم آرایش استفاده بکنه، به خاطر اینکه همه میدونم من میگم هیچی زن و مرد نداره دیگه، لفظم آرایش هم زن و مرد نداره. عمو وحید که میدونم اصلا، امیر پارسا هم اصلا،
فکر کنم فقط پاشا، یعنی خداشه پاشا رفیقمه دیگه، مثل خودمه، همه کار میکنه. فکر کنم پاشا یه حرکتایی بزنه. ببین من منوتو خوندم یه ذره اینجوری شدم که من اول به خودم خیلی ناامید بودم، ولی الان به تو ناامید شدم راستش رو بخوام بگم. ولی این منو یه کسیه که فکر میکنه لایقی از چهارم بشه. به نظرم چون خودتون محدود کردی، خودت هم زیرش زاییدی. آقا من یه اینقدر استرس دارم، من تمام سیستم غذاییمو با مواد لازمش و با اونایی که قراره بخرم و اینا رو نوشتم و الان باید برم بدوام همه اینا رو بخرم برگردم که غذا رو درست کنم. پس من میرم خریدم. آقا مشکل فنی اینجاست که من یک سری چیزایی میخوام که باید ایتالیایی باشه حتما، چون منو ایتالیایی. 4 بعد اینجا من نمیدونم هست یا نه، یعنی شما اگه اومده بودین ایتالیا 5 من خیلی راحت میتونستم همه اینا رو آماده کنم درست کنم. نمیدونم یه ذره استرس اینو دارم الان که اینا رو پیدا نکنم، ولی ایشالا که پیدا میشه، مشکلی نداره. میریم یه لیست بلند بالایی داریم که باید خرید بکنیم اینا رو و ببینیم که چی بشه. شیر جوه دوستر، شیر دوی جوستر میخوام. الان پاستا میخوام، گردو میخوام، گوشت میخوام. اینو قرار نیست کسی بدونه چیه فعلا. خب بذار ببینم از کجا باید پیداشون کنم. پنیر پارمیجانو. پارمیجانو یکی از اون اشکالایی که میگفتم پنیر پارمیجانو ایتالیایی رنده نشده. شیش دیگه چی بگیریم؟ مثلا هول شدم لیستم یادم افتاد. آها شکر یا موز، اینا همه اون وره. کشمش، آها ایول کشمش میخواستیم. کشمشه چیه؟ ببین تیکه تیکه اگه بخوام پیش برم الان واسه بروسکت تا نون میخوام، ولی نون از این نونای تازه بروسکت ها میخوام که خودم ببرم. فکر کنم باید نون پزی ها بگیرم، اینم نمیشه از اینجا گرفت. کجایی باید باشه نونه؟ اینم پاستا، اینم گرفتیم. الان باید بریم میوه فروشی، تو اینا حل شد، اینا رو برم حساب کنم بریم میوه فروشی. بعدی مرسی، اگه با این ناخونا بتونم کارتمو در بیارم حتما بهت. چیزی میخوای آشپزی کنی عزیز؟ خب موز سفتن، اینا سفت باحاله. آووکادو میتونیم بگیریم، موز میخوایم، بزنم چیا میخوایم؟ گوجه، موز، آجیل. موز میخوریم؟ چقدر میوه فروشی ضعیفیه. موز میگیریم یه دونه که، یعنی نه اینو میگیریم، گوجه هم که همینجا بر میداریم. ببین تمام لیست خرید ما تیک خورده، همه چی خریده شده غیر از نون، همش ردیفه و یه چیز دیگه که میرسه خودش با خودش. چیه اون؟ تو رو قرآن بگو اون چیه. بریم غذا رو بپزیم و میدونم که من برنده این مسابقه خواهم بود، به خاطر اینکه بالاخره من دنیا مسیحا هستم و برنامه بونپتیتو رو الکی نیست که ساختم. دنیا اون که نمیگی چیه؟ نون. آقا نونم خودش با خودش رسید، ولی فعلا با نون کاری نداریم، چون من اول میخوام دسرمو درست بکنم. دسرمونم شیرینی آجیله. خب دروغ چرا، شما که غریبه نیستی، من شیرینی آجیل تا حالا درست نکردم. اصلا هم نمیدونم چرا دیشب این پسته ها رو مغز نکردم. گردو میخواییم و فندق و این دوستمون که باید پوست بشه، پوستاش بره. من نمیدونم چه کسی به من گفته بود دو روز قبل از این که نوبتم بشه برم درازترین ناخونه دنیا رو واسه خودم درست بکنم که نتونم درست کار کنم، ولی اشکال نداره. ببین یه دونه موز گفته، اینم یه دونه موز. من دارم واقعا استرس خیلی زیادی میگیرم، چون احساس میکنم که نمیرسم. اینو اینطوری میکنیم. دوتا واسه خونه هم میخریدی حالا؟ به این صورت. آها بعد کشمش اضافه میکنیم بهش یکم، بسش. بعد میوه خشکم من نمیدونم چجوری باید اضافه کنیم، به خاطر همین یه ذره خودم اینطوریشون میکنم، چون درسته که نمیتونه توی این. چه حسابی داری اینو درست میکنی؟ بعد باید جوه دو سر بریزیم. چرا شماها اینجوری؟ شیر بادوم بریزیم، یه کوچولو شکر بریزیم، اینا رو با هم بزنیم، بذاریم تو فر، این تموم میشه. جوه دو سر پرکچی اونم ریختم، شیر بادومم ریختم و هم زدم. یه کوچولو باید برن، چون پختنی که نیست، یه کوچولو باید برن تو فر که اینا یه ذره به هم بچسبن. واقعا امیدوارم که سفت نشه، خودشم بگیره دیگه. باید ببرم بذارمش تو فرتور و مثلا یکی دو دقیقه بمونه و تموم. خب ببین الان میخوایم بریم سراغ بروسکت تای گوجه واسه پیش غذا.
این گوجه بزرگا باید با ناخونهای کوتاه خورده نگینی بشن دیگه. آب گوجه به هیچ عنوان روی نون نباید بره، یعنی نونه باید یه نون توست شده یه سفت بمونه. به خاطر همین شما یه دونه ظرف اینطوری میخواین و یه دونه از این سبدا که گوجه هاتونو بریزین اینجا و مثلا نزدیک یه ساعت دو ساعت بمونه که اون آب کامل بره. براتون ریحون ایتالیایی پیدا کردم، بهش میگن بازیلیکو، خیلی فرق داره با ریحون عادی. توی بروسکه تا اگر خواستین ریحون بریزین، وایسا لحظه بو فرانچسکو میده، ریحون ایتالیایی حتما بریزین. هشت. اگر پیدا نکردین ریحون نریزین، چون ریحون ایرانی اصلا مزهش به بروسکت گوجه نمیاد. خیلی هم زیاد نمیخواد بریزید، بخاطر اینکه یه عطر خیلی کوچولو باید داشته باشه که همون یه ریز اون بوه رو بده. من از این تو در بیارم. آفرین، یه ذره بیشتر صدا شده. آها قشنگ بریم تو اصلا. مثلا زخامتش یه همچین چیزی باشه، اندازه فرانچسکو. میبریم این نونامونو به این اندازه باید ببریم، بذاریم تو فر یا توستر کجایی، یه کوچولو مثلا برشته تور بشه روشون، بعد دیگه میذاریم کنار. موقع سرو موادمونو میریزیم روش. همین آقا بچه‌های تو کامنت ناراحت نشن، من دارم زر میزنم و ببخشید این کار به من محول شده، من باز معذرت میخوام. بعد یه نکته ای که من میخوام اینجا بگم اینه که الان من خیلی ریلکس دارم تا دقایق پیش، به خاطر اینکه پاشا به خاطر کارهای فیلم برداری و اینا اومده بود اینجا یه سری ستاپ بکن و چیز میذار بذار و اینجور داستانا. بعد تو رقیبت که داری واسه آشپزی میکنی تو صورتت وایسه در حین آشپزی، خیلی سخته. خودم رقیب الان عزیز. رفت خدا رو شکر من راحت شدم. فکر کنم خیلی خفن شد. عالیه، این خوبه. اوکی ببین، الان میخوام یه سس ویگن برای روی پاستام درست بکنم. خیلی راحته، بادوم زمینی خام و اینطوری میریزیم اینجا. فقط آجیل خریدم. بعد یه نصف لیوان یا یه کوچولو آب میریزیم روش. کم هزینه ترین سس دنیا. آفرین. آقا من یه ظرف آب و گل محمدی درست کردم دم در، میخوام هر کی از درمت باشه شوخیو بکنم ببینم کی میره تا کفششو در بیاره که پاشو بذاره بو گل محمدی بگیره. نفر اول اومده بابا باریکلا. همون وحی از بیرون اومدم چوسی نباشه بابا باریکلا، کد دامنش هم پوشیده و شما آماده سیان اول پاتونو تو تشت گل محمدی میذاری یا پیغمبر، بعد وارد میشین به خونه. چند میخواید بدم؟ همین الان نمره رو بگیم. 20 میدیم وای. بفرمایید با کفش بگیم شوخی کنم. بله بفرمایید. چقدر معذبید شما دوتا. شاکرتون، خیلی خوش اومدین. خدایی دمتون گرم. یه کلمه چی بوده شما گفت؟ چاکرتون. نه گفتی کاکو. آها کاکو. آره کاکو برای شیرازی هست. چی باید بگم؟ کوکام؟ آره باید بگی کوکام یه همون بگید کوکام. من برم یه سری کارا تو آشپزخونه بشیم تو رو خدا. اینا رو همون بگید نگاه، دخترهای خوشگل پسر خوش. اگه اینا رو میشه نگاه کرد؟ اینا رو مخصوص شماست، من برم یه سر تو آشپزخونه بیام. شما مشغول باش آج بگید. نه 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 قربونه تک تکشون برم. برس به خودت اینو نگاه. آهان وای وای، نفر دوم بابا نکن دیگه. او سلام محسن نامجو، اومدم اینجا بیا بریم بندازیم پارتی. عزیزم تو مگه قرار نبود ته محدقر من اونجور برات رعایت کردم؟ من رعایت کردم. نه نه حالا بالاخره بابا کلا جون خوبه. آفرین، خودت کردی یا مامانت؟ ای پاشا جان ببخش، نرو تو قبل از اینکه بری تو باید پاتونو توی تشت گل محمدی بذارین و تمیز و عطرآگین وارد خود بشین. چون بو میده پات. الان میشین کفشتو درو ببینم بو میده. خب قرار عطرآگین شه در وردی، واقعا دروغ گفتم. چه شوخی بی نمکی دنیا. آوای چوبه فرمات آقای دمو انداختی آقای نگاه بیدام. چی میخوام نشونت بدم؟ قفل نشی فقط. چیه این؟ نمیخوام ببرم با خودم. اینا دنیا اینا رو داری نمره بگیری آقا، اینجوری نمره میگیرن. دنیا قربونت برم ایه برگه یه دونش یه صفحه شو بکنم اشکال داره؟ اینو آره، اینو به نظرم
اینو فیلمشو نداری دنیا، این مال منه. وای حالا مگه امیر پارسا میومد؟ آقا امیر پارسا از صبح شاخه داشت به من این استرسو میداد که من زود باید برم، ولی نمیومد و من همش داشتم فکر میکردم که اصلا نکنه یه اتفاقی واسش افتاده نمیاد. امیر پارسا خیلی دیر میاد کلا. بالاخره اومد بعد 3 ساعت کوچولی. چه پررو منو بیشون باید ازم معذرت خواهی کنی واقعا. خیلی استرس کشیدم. خدا رو شکر که حالا زنده ای، ولی خب واقعا بگو ببخشید. آها ببخشید، یه دقیقه وایسا. قبل از اینکه کیفتو بذاری زمین یا هر کار دیگه ای بکنی، خودتو تو موقعیتی که میگم تصور کن که از در یه خونه ای رفتی تو، کفشاتو در میاری، پاتو میذاری تو عطر گل محمد. کفشاتو در نیار واقعا، در نیار. ولی پاهاتو نه، باید پاهاتو بذاری تو عطر گل محمدی. نه فقط رنگین و عطرآگین شد. خوب شو معذرت خواهی کن واقعا. معذرت خواهی کن. خیلی استرس کشتم. بذار بره تو، چقدر معطل میکنی ملت و دمه در. ببین خیلی خوش اومدین دوستان، واقعا خوشحالم که بالاخره امیر پارسا هم اومد. واقعا من خیلی عصبی شدم. اینو قبول ندارم. هم هزینه کردم. من قبل از اوکی، من قبل از هر چیز استرس و ناراحتم. خیلی ممنون، مرسی. و این مورد تاثیر داره. اوکی. قبل پیش غذا اومد یه سالاد برامون گذاشت، جز کلاس خیلی قفن بود. خوشم اومدش. حال کردم. یه خورده خوردم، با اینکه همه سبزیجات ممزیجات بود، دو سه تا گردوم هم انداخته بود تو تنگشو، ولی خوشمزه بود خدای کلی. آره خیلی باحال. بچه‌ها من یه چیزی بگم و برم پیش غذا رو بیارم. بله. این سالاد توی منو نبوده، رفتم نمره نداره. یه سالادیه که یه سس ویگنی داره، رسیپی خودمه. گذاشتم هر کسی دوست داره بخوره، هر کسی نه. آره. زنجبیل داره توش؟ نه زنجبیل نداره، حواسم به تو بود. من میرم پیش غذا رو بیارم. کم به حساب دادم، اگه دوست داشتین اضافه کنید. قبول داری که دنبال نمره است یا نه؟ سالادش هم فقط بین من تو دنبال چی؟ آخه دیروز من چون سالاد درست کرده بودم دمتون گرم. اسکیه باش. امیر پارسا یه لفظی اون وسط ها اومد، فکر کنم درو این دنیا اومد دید یه سالاد اونجا دادن، گفت ما هم یه سالاد بدیم. ولی سالادش واقعا خوب بود. اون نمره واقعا تضمین نداره. امکان نداره. جان پاشا. خدا اگه بذاره. خدا اگه بذاره. از زیاد. کلش رو نه. نه یه خدا نه. خدا خوشمند است خیلی. عاشق سوسیم. بابا خیلی زحمتی، همه گوجه آخه برای چی؟ بابا آفرین. حتما دیگه تو واقعا احتیاج اینم میاد این روشه. چقدر درست شد این ترکیب. خودت هم بیا. ما پیش غذا خوریم اینجوری به احوال چرشن نکردیم. سس چی؟ سس بادوم زمینی، سس سویا، بالزامیک، روغن زیتون، نمک و فلفل. عرده نداره؟ نه. قبول داری هم من بهتر یا نه؟ هیچ چیزی نیست، فقط سبزی قشنگ. ببین دیگه ویگن سیستم ویگن یا ویگن بچه میگن ویگن تلف. یه کلمه برای ایرانیش راستش بخواین اگه بخوام بگیم، باید بگیم مثلا من محصولات حیوانی استفاده نمی کنم، چون کلمه ایرانی نداره. انگلیسیش میشه ویگن. ایتالیاییش چی میشه؟ وگانو. وگانو. دوستان عزیز بون اپتیت تو. بون اپتیت. من یه سوال دارم. چرا پس ما تم گذاشتیم؟ تم چی الان؟ مشکل چی؟ همه رعایت کردیم. نه. بله. انوارید که لنز گذاشته چشمشو ثبت کرده برامون. اون که خدادادیه. انوارید بوته میخوریم؟ یه بوته بده. کی رعایت نکرده؟ امروز هم چی بود؟ لوازم آرایشی بهداشتی. خوب. شامپو بدن جز چی میشه؟ شامپو بدن که دوش نظر لوازم آرایشی میشه دیگه. من شامپو بدن میزنم. شامپو بدن که هر روز داری میکنه میزنی. بستگی به فعالیتتون باشه راستشو بفهم. این واقعیت مثلا معنی لوازم بهداشتی گذاشتم که شما نمیبینید. داخل یا خارج؟ اذیت نیستی؟ خودت چی؟ خودت مشکل. آقا شامپو خودت خوبی؟ شامپو بدن جزش میشه. ردیف. قبل اینکه من اصلا به خاطر همین نوشتم. دو بار بابا باریکلا اینو هستی ولی بابا دوباره همون بودی نه؟ من میدونستم که پاشا بکنم فقط یه حل بود. من منظورم این نیست، من منظورم اینه حداقل یه ژل میزدین یزیدای من. یزیدای من رو یه وقتی که خطی چیز کشیده یعنی ببینم و یزیدای منو. آقا چرا تم میذاری؟ خب چرا آقا مثلا چیز آرایشی بهداشتی پاشا چقدر خوب شد. چیه دیگه منظورت؟ اینه یه کاری بکن، ماتیک بزن،
خط چشی چیزی، ژل که نمیتونم بزنم بیامون که خب دیگه هست. میدونستم فقط من این کارو کردم. گفته بود آرایشی بهداشتی، ما استفاده کردیم این قضیه و بالاخره شامپو بدن زدیم. بعد اون ولی تمام نداره شامپو بدن رو بزن. بزنم؟ کلا بزن خوبه. تم همیشگیم بشه. آره. به کاره. یه توضیح برای این میدیم ما. نیم کیلو گوجه با چی با این میدیم؟ گوجه رو خرد می‌کنیم می‌ذاریم آبش بره. ریحون حتما ایتالیایی خرد می‌کنیم می‌ریزیم چون. نه. بعد که آب گوجه رفت روغن زیتون بهش اضافه میکنی، یکم نمک و فلفل، نونا هم که نون بروسکتا رو میبریم میذاریم تو فر یه ذره توست بشه. آها سیر میبریم روش میمالیم که مزه سیر یه کوچولو به خودش بگیره. بعد گوجه ستا رو ببین چجوری مشغولن. بروسکتا به این میگین شما؟ شما چی میگین بهش؟ نون گوجه ریحون قشنگ بیم ریحون نمیریزیم ولی نون گوجه دیگه خیلی به پیسی بخوریم اینو میخوریم خیلی دیگه. یکی از معروف ترین پیش غذاهای ایتالیایی که تو تمام رستورانای ایتالیا 10 11 ببین عین داستان پیتزا مارگاریتا دیگه. پیتزا مارگاریتا ببین ایتالیایی‌ها دارن ترش رو میبینن کلا به پیسی خوردن. یه من دوست نداشتم. چرا؟ البته اینکه اول اینکه نون بروسکتا این نیست، نون اشتباهی انتخاب کرده بود. دو اینکه گوجه و سیر و روغن زیتون رو باید بیشتری استفاده کرد. گوجهش رو کاری ندارم ولی روغن زیتون و سیر بیشتری باید استفاده میکرد که نسبت به اینکه خود دنیای ایتالیا داره زندگی میکنه و بروسکتا به قول خودش تو همه منو هست و پیش غذای نسبتا آسونیه، انتخاب نونش که من دوست مثلا نون اشتباهی بود به نظرم و خود آیتم رو به نظرم میتونست بهتر درست کنه. آقایبونه ده. خب شما اینو دارین من میرسم خدمت. بفرمایید. دو دقیقه من خودتون ببینیم همش. من ریحون و گوجه دیگه چیزی نداریم. سبزیجات چی دیگه داریم؟ همه رو آورد. الان پیتزا مارگاریتا و کلا این چیزا. سایدی مارگای مارگاریتا. ولی همون نونه و پنیر در واقع دیگه. گوسفند فنر میخوره. آفرش میگه بگو بگو. بگو. آفرین. چه نمک خوبه. یه بار دو سوسیس من میرسن این به امیگاجی سوس ماست چه خبر؟ سیسی جر ایف نشی توی دارم خدا خیلی خوبی این لپ هم برید یا نه؟ خب یعنی برای اینا ها باید ما نمره بدیم؟ چسب زخم داری؟ این چیه؟ آبار بارو آبار بارو خیلی حال میده با بروسکتا چی بود اسمش این؟ بروسکتا ببینم به چی؟ هیچ یه حاجی که دیگه نمره هم بدیم میخواه بدید واقعا نمره من خوشم آمده خدایی تو که داری عشق میکنی نونگوجهش بی‌نظیر نونگوجه اینجوری تارا نخورده بود جل داد قشنگ رفت کنم. آقا من اصلا انقدر استرس اینو داشتم و هول بودم که زمانمون کمه غذاها سری سرو بشه، من خودم اصلا از استارتر چیزی نفهمیدم. نمیدونم بچه ها چه نظری راجبش داشتن چون من که نخوردم. ولی بیام بیام سری یکشی سرطان به 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 ببین هلی پرواز شد و بیرون من هلیوسه 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 او پنیرم زده بازی کنه اینجا در میکنه نکنه آسیب دیدم باکره تو بابا در میگن ببینم یه الان پنیرش ادا در میاره یه بگن فقط میخواست ما رو به چخ بده یا نه عالی عالی یکی دوش مرغ داره که بونجورنو عالی عالی فقط زده ولی خیلی خیلی شبیه پاستای پاشا هم شده بیچاره. آره آقا با آلبالو خوب میشه پاستا عالی بست بست آلبالوه دیگه اوکی آلبالوه از کسی چیزی نگفت به ما اینو گفتن نمره بهتر سر میز کم منو بگم میذارم تو اصلا نمره نده حالا که برای نمره این کارو کردی یا نه چون فقط به خاطر رفاقتم با پاشا و اینکه شما دارین میرین خونمون این کارو کردم چیکار کردی تجریس خب سعی کردم صدمو بذارم ببینم چه خبره اینجا برای داداشم و داداشم و خواهر چاپ کردین موبایل ممکن من کافی کار میکردم یه پاسا داشتم با طالبی یعنی طالبی خورد شده توش بود یه نکته بگم دوستان من خدمتتون منوی ایتالیایی این مدلیه که 12 پیش غذا بشقاب اول بشقاب دوم دسر درسته
من توی منو برای شما نوشته بودم پیش غذا یه پاستای گوجه و دسر. بشقاب دوم جایزتونه که امروز داریم و من براتون میارم. میشه جایزه رو همین الان بیاری؟ چیه؟ الان میرم. باره بیار. لذت میهمانان رو فکرم امروز از خوردن غذا نمیتونی بفهمیم چون همه خیلی گشنه‌شونه و عصبی هم هستن. مثل امروز که من خونه شما کل پاستا رو خوردم. تو بیشتر از من خوردی؟ چه جوری؟ خوشم میخوری. چرا اینجوری حرف میزنی؟ چطور به تو گیر ندادن؟ تو بازم اون رسیپی طلایی تو به ما نگفتی که چی بود؟ ولش کن، ولش کن همایون. کجا رفت؟ ما ها رفت جایزه بیاره. خدایی حدس میزنی جایزمون چیه؟ یه زرش کن ما همون رو بخفن. اینا دوباره دارن اوکی میشن. تو هم زرش بلوک دوست داری نه؟ بشه عاشق زرش بلوک. عروسی ها که وای میستادن سر میز. من سبزی بلوک ها رو هستم. شخص هم شخص در میکنی نکنم تو تصادف جدی چیزی شده. تصادف رو توجه میدی؟ تو بهشتی سر بهشتی سرم تو گوشی بود یه مجادش برعکس میومد و میخواست بیرس هم بالا اومد جلو من ندیدمش و تو هم سر تو گوشی بود جلو من هم یه مجاد وایستاد اونم وایستاد من هم زدم بهش ولی سرعت همون خیلی کم بود چون تقریبا میشه گفت ترافیک بود باریکلا یارو فقط خورد تن زمین شد دنیا دنیا بیار دیگه جایزه رو بیار تو رو خدا تو رو خدا بیا با چرا معاشرت کنی بزنیم چی شد یارو داد و بیداد و سلیقه موتوریا سری اومدن و آقا کشتی آقا فلان شد واقعا میگی اصلا همون اصلا عصبی شدن دیگه بله آخر چی شد کوتاه ما یه موتور دیگه اصلا آتیش بره معنی که شده بود آقا کشت پلیس آمبولانس ما با چیزی نشده موتور بعد بلند شد دیگه بعد اینو اینجوری گفتم یارو قاطی کرد که مثلا فکر کنم میخوام دوش کنم سرعتش چه جوری بود کم اصلا سرعتش میگم یارو بالیس مثلا داشت مثلا پاش رو زمین بود با سرعت نمیرفت موتور فقط افتاد رو پاش همین دنیا خودت هیچی نخوردی که نه چیزو خوردی استارتر رو خوردی نه اینو خوردی یعنی چی ببین من هیچ امتیازی نمیدم خیلی منم واقعا امتیازم صفر لوچید این پاستا رو پاستا رو من قولیدی غریبه که تو جمعمون نیست لیس زدم یعنی فکر کنم دیگه لازم نیست ظرفو بشوری همونو بذار تو کابینت آماده است برای نفر بعدی ببخشید دوستان من مجبورم که جایزتون رو لو بدم چون نیاز دارم یه سوالی ازتون بپرسم مالیه نه نقدیه استیکو ولدان میخوریم یا مدیوم یه بار دیگه بگو یه بار استیکو ولدان مدیوم لا 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 نه رو تو فهم بسید همون جایی من قبول داریم ما که گوشت قرمز من ببین هیچ کدومتون نمیخوریم خام بده خام به من بده هیچ کدومتون نمیخوریم استیک هم نمیخوری نه تو میخوری؟ عالی بود، عالی، عالی، دست در حالا میدیوم بیار شاید بازی می... کرد آره، میدیوم آره، داشت ناز میکرد مهناز نه، نه، فوقلاده، فوقلاده ما برای ایشون منوی ویدیان درست کردیم بعد ایشون به حواسش نیست که ما گوشه خیلی نه آقا شما همه چیز کاری، شما من هم میخوری شما گفته با من هم مواجه کنید یه طوره که نه دیگه من گوشتم شیرین لذیذه گوشت سفیده بده بزنیم زبون بازی میا نه ستاییمون من که زبون قوی زبونم شما نمیده شما زبون قوی هست یا نه زبون زبون مزام حرف زدن هم هست عضله زبون مزام نه تو اصلا خودتو قاطی این بحثا نکن آقا من یه سوالی دارم من یه سوالی دارم الان بحث این پکیج ها و ایناست که الان داریم میریم تا حالا چند درصد آدمی من از دیک دیدین یعنی چند تا آدمی دیدین که خیلی تمیز و خوب دارن این پکیج ها دیدین من یه تبلیغی داشتم که من هم انجامش ندادم برای من پکیج مالی هم نبود پکیج دانش هوش مالی بود که شما با این پکیج یه سری اطلاعاتی به دست میاری که هوش مالیت میره بالا هوش مالی مثلا امیر پارسا عاشق پکیج وحیده کجا سرمایه گذاری کنی بهتره مثلا تورم چیه دلار چرا میره بالا یه سری تعریف های اینجوری و یه حالا پله حرفه‌ای تر باید ببینی برای کسی که احتیاج داره و میخواد این کارو انجام بده میتونه این نیازشو برطرف کنه این پکیج اما وحید ول کنه به تو بگم یه پکیج زدم یه هفته‌ای بدن تو درست میکنه از اون مثل یه گله خب چه گلی گل یه گل گل روز داری روز گل روز گل روز بچه‌ها اصلا روز زرد یا روز قرمز یه جا دیگه هم گل روز زرد روز زرد من نیستم اصلا قرمز رو دوست دارید من مثال بزنم قرمز خوبه دنیا چرا نمیاد جدی گل روز قرمز دنیا بعدش آب بدی به گل کود بدی دنیا یه سری دارو بود الان چیه تو این داستان استیک و پورت برامون
عشق کردی. استیک برد برامون نگم براتون چه استیک باری که الله، ولی به من ایش ربطی نداره. میگه دنیا ز تو سیرم، بگذار که بمیرم در دام دسیرم. دنیا همه با هم. ای وحید صدات افتضاحه. هیچی نخوندم ما. خب من نشده بودم. باش. منو باید برای تو بذارم. که تقارن رایت شه. آره. ولی نخود. آره اونو که میدونم. آقا سر این داستان‌های این چند روز و ویگن بودن من واسه شون یه جایزه گذاشته بودم، بشقاب دوم استیک، که پاشا نخورد. پاشا گوشت قرمز نمیخوره و من نمیدونم چرا، نمیدونستم که دوست من گوشت قرمز نمیخوره. امیر پارسا گفت نمیخورم ولی خورد، وحیدم که حال کرد دیگه کلن. ولی پاشا جون ببخش. گوشت قرمز کلن یه ذره منو به هم میریزه. دلیلش اینه، وگرنه اصلا بحث سالاد میخوای؟ نه سالات بستم ردیفم. پاستا میخوای؟ نه ردیفم. پاستا خواستم فقط توضیح بدم. قبول داری میز وگان حرفه‌ای چیدی یا نه؟ نه، این دلیل داره. دو تا دلیل داره واقعا. یه دلیلش اینه که منوی من ایتالیایی بود و ایتالیایی ها بشقاب اول خودمون دارم و وقتی بشقاب اول پاستا میخورم، بشقاب دوم 100% گوشت میخورم. بعد دلیل دیگه‌ش هم این بود که من داشتم سه نفر رو اذیت میکردم به خاطر وگان بودن خودم. گفتم تو روزی که من نوبت منه توی بشقاب دومم این دست داره، توی منو نمیذارم، نمره نداره. ولی خب حالا من یه سوال دارم با شما دوتا، چون من که حالا به حال نم، ولی شما تو نمره دادنتون یعنی تاثیر داره یا نداره؟ برای من خیلی تاثیر گذاشت. سورپرایز این بود، گفتم الان در رو وا میکنی دوست دبستانم میاد میشنه تو آغوشم. گم شو بابا با این آرزو. سورپرایزت استیک بود یزید، من استیک میخورم. دوستان تیک گرفتم، من استیک نمیخورم. این چه سورپرایزی بود. میگن ویگن ها حتی خریدم نمیکنن گوشت مرغ، درست میگن؟ نه من اون توی نیستم، به اون لول نرسیدی یعنی. اصلا من با معده کسی کاری ندارم. من با معده خودم کارم. خودش رو میگیره دیگه. خودش اینجوری، حالا بقیه هر جور بودن بودن. خب سس چجوریه؟ آها سوسش که خام است با فلفل، یعنی اول با کره، البته کرهش گیاهی دوست دارم. آقا یه تو کلام میتونی چی بگم؟ ببین من مثل شما محدودیت ها رو گذاشتم، یعنی مثل شما محدودیت ها رو انجام ندادم. اگه میخواستم انجام بدم من اینجوری خامه داره به خاطر بحث ورزشی. آها بعد میگفتم یا پاستا. ببین خیلی چیزا اینجوری هست. آره. دیروزم شیک تیراویسو همونه دیگه، ولی این کار رو انجام ندادم به خاطر که دستتون باز باشه و بتونید کار انجام بدید. این کار دنیا قبول دارید منو خیلی کمک کردی یا نه؟ من واقعا تو منم تاثیر داشت این داستان. یه سنده آوردی برامون خیلی خوش، یعنی واقعا برام تاثیر داشت اینکه دستم باز بود. پارسا نمیخواستم، اینقدر اصرار کردیم، اینقدر اصرار کردیم. کلن این استیک مخصوص به ایتالیایی بهش میگن فیلتو 15 دی پپه ورد است، یعنی فیلتو گوشت، اون فیله گوشت که با فلفل سبز درست میشه که این مدلیه، که گوشتش توی کره گیاهی درست شده، فقط نمک فلفل خورده، دو طرفش سرخ میشه، در میاری اسلایسش که میزنی در همون هین اون فلفل دونه یا رو میریزی. من بخوریم خامه دارم به پشت صحنه و خامه رو اضافه میکنی، زیر شکر میکنی، فلفل با خامه میپزنه تو هم با کرهه چیز میشن، بعد اینو که اسپایس کردی میریزی روش. خیلی واقعا کار سخت نیست، فقط باید بدونیم که کی. میگم ایتالیایی از کی یاد گرفتی؟ چجوری اصلا سخت بود یاد گرفتنش؟ غذاش؟ نه زبانش. یک سال دیگه خوندم و رفتم دیگه تو سفارت ایتالیا. سفارت ایتالیا 16. نه رفتم واقعا صفر بودم. تو چه زبانی دوست داری یاد بگیری؟ عربی فرانسوی. باها میگی؟ فرانسه رو میتونم بگم. خیلی هم نزدیکه به هم دیگه. تو چی؟ من ایتالیایی دوست دارم. من هر کسی فرانسوی حرف میزنم برام یه لول جذاب هست دیفالت. آقا چرا میگن فرنچ کیس؟ یعنی قبل از فرانسوی ها تا حالا هیچکی اون مدل بوس کردن؟ یعنی چی؟ داستان داره فکر کنم. یعنی اینکه اون اتفاق میفته، خب اولین نفر دو تا فرانسوی رو هم دیگه تست کردن، بعد شد فرنچ کیس. یعنی مثلا دو تا ایتالیایی اگه چیزی شد ایتالیان کیس. آره دیگه. احتمالاً یه سیه نمونه است. بوست نمیدونم. نه آقا دو مدل بوست داریم. خب من اگه اشتباه میگم بگین. یا دو نفر یا دو نفر اینجوری هم دیگه رو بوست میکنن یا اونجوری بوست میکنن. اونجوری رو اصلا نداشتیم ما. الان چند ساله دارم میبینم اونجوری. یعنی من همش میگم همه همینجوری، فقط حتی
زن شوهر هم لپن دیگه رو میدن. پس اون قطعه میتونی لکلک بچه ها رو میارن نه؟ آره بکنم هنوز هم فکر میکنم نه تا زمان که سیبیلان در اومده بود یه شوک شدی که احساس تا سیبیلان مگه اینجوری نیست آقا این تنش بین امیر پارسا و وحید رو شما هم حس میکنید یا نه؟ بابا دمه دیگه هم بابا دمه دیگه هم دانیا پکوندیمون رفت پکوندیمون رفت دست درم نکنه دانیا نه با یکی از فالگاه میکنیم گفت چی گفت؟ سنت داروسازی و داروخونه و مثلا پزشکی و اینا یه سری از دارو هستن که دارو نما هن تو مثلا الکی میخوری که فقط تلقین شده باشه تو مثلا تو بیمارستان بستری شدی درد داری بهت مورفین تزریق میکنن ولی انشالله قهره ولی دردت میخوابه این تحقیق که من میخوام یه چیز دیگه است تستوسترون یا داروهای بدنسازی بیش از اندازه منتالی هن یعنی تحت تاثیر ذهنیه توی که تو داری استفاده میکنی آره اومدم 15 نفر رو بهشون آب مقطر زدن آقا من نمیدونم موقعی که اینا حرف میزنن چیکار باید بکنم حوصله‌ام سر میره واقعا سه برابر از زمانی شد که اصلا هیچ استفاده نمیکردن و فکر میکردن همون تلقین است دارو زدن خب حالا یه چیز عجیب عضله هم گرفتن عزیز ول کن یعنی این بدنم رد داد باری کرد خیلی خوب عالیه این چی بود تو منوت من یادم رفت شیرینی عاجلی میشه آفر جونم قهوه تو قهوه رو زدی آره نه یعنی میگم چه دعوا داری خیفه دسر رو بود ما دسر خیلی خوشم اومد یه قهوه خفن درست که بگوی چوسینو باشه ایتالیا بودی چند روزی از رفته ایتالیا خیلی هم حالا اونجا خیلی تعریف میکنه ولی به دید خوب میگه یعنی ما خودمون میفهمم کسی که در چوس کلاس میاد یا نه بچه خوبیه خدا اینجوری هم خوبه قهوه من که نمیرسه آجی آفرین حالا اون که 100% اون شما دستی درست کردی اینو بوندو بت دیپوتو آقا بیا نوین کینون بند یه دونه نمیدونم چرا دو تا دوست داری نمیدونم دو تا میزنم یعنی حواسش باشه بیشتر حواسش باشه کینون بند در نون نسبت نون نسبت اینجوری یعنی ببین یه دونه میزنی بیا بالا نه یه دونه اول میزنی نگاه میکنی بعد نگاه هم که بعد باشه حالا قهوه است حالا قهوه است ولی آره اینکه قهوه است دارم میسوزم ولی شیرینی آجیل دوستان دفعه اولام بود درست کردم هیچ ایده ای ندارم چون تست نکردم شما که زدین باحال بود دیگه یه سری آجیل خیلی سفت چسبیده بودن به هم دیگه با یه چیزی ولی باحال بود یعنی تا می اومد مغزم بفهمه که پسته است میگفت فندقه یعنی حالت اینجوری شد آجیل ها یعنی فندق و آره اونایی که میبینین جوی دو سر یه دونه موز له شده یه کوچولو شکر شیر بادوم با هم میکس شدن و رفتن تو فر قهوه داد با شیرینی آجیلی که شیرینی آجیلی هم به نظر من جذاب با اینکه دندان داشت میشکست ولی شیرینی خوشمزه بود هر دندان میشکست نه دیگه نمیبخوش یا یه فیلم بگیرم یه فیلم بگیرم بگم بچه‌ها میخوان موفق بشید من اومدم واقعیت تو پیج آقا همتون با هم حرف نزنید دیگه بعد به من میگن رو حرفا اینا حرف میزنید من واقعیت تو پیج هم گفتم آقا اینجوری اونجوری چی شد ما نفهمیم داشت گفتم کله اینسایت جوک داریم؟ نداشت دندونم میشکست کله کیوی رفت زیر دندونش گفتم کله کیوی بود کیوی کیوی کله کیوی به دندانش اصابت کله کیوی اصابت چون کله کیوی خوش میگم سفته من میگم بیشتر در موردش در موردش سرچ باید بکنید کله کیوی کله کیوی با حالا یه کاراکتر چیز داشت سوریلند چی بود؟ کله شیری بود کله شیری بود ما میتونیم کله کیوی کله کیوی ما که داریم همه برنامه رو کبیل کنیم خانواده میبینه این برنامه با کله کیوی کله که شبیه کیویه من کچل بودم این شکلی بود خب منم بیشور چرا من نشون میگم دیگه من کچل بودم این شکلی بودم کله کیوی من کچل بودم نه بابا کله کیوی رو به خدا راست میگم من کچل بودم همه میومدن اینجوری کلم و یه حرکت هایی باش میکردم میگفتن این شبیه کیویه کیوی که نمیگفتن ولی حالا کیویه دیگه بپذیر منم دو ما دیگه یه رو کچل میکنم میام تو تیمت ناراحت نباش دارم میگم یعنی مثلا وقتی کچل میکنی این مود شبیه کیویه ببین که بیاین خونه آدم لفتش بدیم فلان کنیم به آدم هم بگیم کله کیوی خیلی بده ها کله کیوی دیگه راست میگن کله کیوی ولی دمتون گرم حالا من دمتون گرم مرسی که من گفتی کله کیوی مرسی که اومدی آفرین آفرین نوکر تو آفرین دمت گرم نوکر تو سوال تم بپرس من یا دنیا
خدا تو شما نه آقا دوستم دو نفر جواب بدم کوچولو دیت مرد گنده اومدم یه جواب سمارت بدم. میشه اینجا جواب رو ندیم و بریم بریم جای دیگه ای مثلا؟ خیلی ممنونم از اینا که زدیم دمتون گرم برو بریم برو بریم. راست میگفت باشا سطح توقع میکنم پایین بود از دنیا ولی قوی اومد نمره انصافاً دمشگر خدایی میدون خونش یه خونه با ردی مجله ها خوب اصلا انرژیش خفنه ای دختر برعکس ظاهرش دل مهربونی داره چوزی نباشه ولی فکر کنم بعد از دیروز یه سری تغییرات تو امروزش اعمال کرد چون دوتا برنامه غذایی اضافه کرد که تو منوش نبود سالاد اولش تو منوش نبود اون استیک تو منوش نبود ولی من حال کردم با توجه به اینکه ما خب منومون همه ویگن بود واسه اینکه حواسمون به دنیا باشه و امروز سعی کردم مثلا جبران بکنه و حالا ما که گوشت میخوریم که من گوشت قرمزم نمیخورم ولی استیک خیلی جذاب بود واسم خوردم با اینکه میدونم از کجا میگیرم و ناراحت میشم و تا شب سنگینم و فردا هم کدرم ولی میازیم. ببین پاستا من این همه سرش حرف زدم گفتم الدنته باشه فلان باشه بیسه باشه ولی به خاطر زمان میگه چون خیلی تو هم شد پاستا واقعا الدنته نبود یعنی میگه یه ذره سسش هم خمیرطور شد نظر بچه ها مهمه من اینجوری هم اگه بخوام به خودم رو پاستا نمره بدم تو به خدا بگو نمره خوبی نمیدم با ببین مونه انکلوف دارم چجوری حرف میزنم در مورد ببین چقدر خوش گذشته به ما الان ما این ای آدم ها نیست ما الکی نمره بدون به کسی یا هر کسی تعریف کنم نه غذا واقعا خوب بود غذا اصلیه کامل نمره شو میگیره پیش غذاش بروسکتا من دوست نداشتم سالاد قبلش هم سالاد جذاب و جالبی بود هم سوسش باحال بود هم خود سالاده ولی خب من به اون امتیاز نمیدم چون اصلا تو میرون نبود بروسکتا رو فقط ارزم میگم این بغضم از شور و حال خوب ما شغمه استیک آورد اصلا نگم برا تو چی منو سورپرایزه واقعا خورد تو ذوقم جدی میگم قلبم شکست سورپرایزه رو یه نمره کم میکنم نخواد نخور تو بله. من گفته بودم که 3 نمره بر پیش غذا 4 نمره غذای اصلی و 3 نمره برای دسر در نظر میگیرم که غذای اصلیشو که 4 نمره بود من دو تا نمره میدم چون دو تا غذای مختلف سرو کرد در کل ما به دنیا لیاقتش خیلی بیشتری حرف واسان تو این چیزا پیدا نمیشه اون دسره خیلی دیگه میکسای عجیب غریبه چی میگن به اینا پسته و فلان و اینا داشت ولی از اونم نمره کم نمیکنم 8 اگه بدم زیاده 7 احساس میکنم کم بین این دو نمره موندم دوستشو بخوای قرار بود به دنیا قبل اینکه استیک بیاد افتون خود داره میره منجا دیگه سبزیجات مبزیجات دیگه چیز دیگه نمیخواه با اون بده ای قرار بود 5 بش بده من 6 رو میدم چون آدم آشغالی هستم شوخی میکنم آشغال بی نزده ولی واقعا خورد تو ذوقم جدی میگم قلبم شکنی برو حالشو بفر 3 میدم به علاوه 5 تقسیم بره نه به علاوه 5 میشه 8 ما به دنیا 8 میدم لیاقتت خیلی بیشتری حرفاست با همه این تفاصیل که بروسکتا نونش خوب نبود به نظرم پاستاش پاستای بیمزدهی بود نمره 8 رو میدم بهش میدونم که خوشحالم میشه به خاطر اینکه میخواستم 7 بدم ولی به خاطر اینکه زحمت کشیده بود این ولی فکر کنم نبود زحمت کشیده بود و استیش خیلی خوشمزه بود این نمره رو میدم من خیلی دوست داشتم همه چی رو برنامه و رو تایم و اینطوری پیش بره ولی به خاطر دیر شدن اومدن امیر پارسا من خیلی نتونستم کنار بچه ها باشم یه دم مجبور بودم تونتون غذاها رو بیارم و اینا بعد میان برنامه آماده کرده بودم براشون قرار بود مثلا بین غذاهایی ذره فان بذارم خوش بگذره که نشد اصلا اشکالی نداره پیش میاد یه وقتایی بد نبود ولی اون پرفکتی که تو ذهنم بود چون من خیلی هم کمالگرا هستم واقعا نبود مثلا هرچی هم یه تعریف خوش میکنم ولی در هر صورت به من خیلی خوش گذشت اونقدری که فکر میکردم مثلا استرس زا این داستان نبود خیلی کولتر پیش رفت و باحالتر بود خوبه الان حالم خوبه در نهایت امیدوارم بچه‌هام که حال کرده باشن تو رو خدا بگو نمیدونم دیگه خوش گذشته باشه بهشون دیگه همین تموم شد بعدا خونه ما این یادتون نره میخوام شلالتون کنم برو بریم
اینو میشه ببرم با خودمون؟ تو که مشغول باش. اینو ما میبرم دمت. بابا میخوام ببرم میشه قبلون. برس به خودت عزیز. 25 فکر کنم امتیاز دنیا شد. از اون دوتا زاخارم بیشتر شد. این مهم نی تو واقعا بار 17 همو فقط نگفتی؟ پشمام دنیا. پشمام.